بحث موضوع دومی که من هنوز مدرده نشدم که تجشوه منفیونا خب مسلمن صفر رسید، خب مسلمن به مقام مسئولیت رسیدن، به مقام مسئولیت رسیدن یعنی درک تن واحده، درک انالحق، درک جمال یا وقتی که این ادراکات پیش بیاد، مثلا درک تن واحده پیش بیاد که الان امشب هم سر شب هم یه صحبتی داشتیم و فرد متوجه میشه که همه آحاد هستی پاره تن خودش هست، در این صورتی نمیتونه ظلم روا بدارد. وقتی بحث انالحق رو متوجه شد که خب الان فرصت اون کافی نیست که تعریفش بکنیم و بحث درک جمال یا خب یعنی هر جا رو کنیم بچه الله اون موقع اگر ما یه درک کنیم دیگه نمیتونیم ظلم روا بداریم و حالا بعضی موضوعی دیگه در این صورت مقام معصومیت پیش میاد و خب طبیعتاً تجشع منفی هم صفر خواهد بود. خب ببینید در واقع علم علائم الطریق هستند و نشانه های راه هستند، مثل علائم راهنمای رانندگی توی جاده ها شما می‌بینید که در جاده که می‌ریم فلز زده گردش بشه در راه می‌بینیم دارم خطر سقوط و همین ها در واقع علائم الطریق هستند و الگوهای راه هستند و در واقع نمونه هایی هستند که نشون دادن که در واقع کاربرد در حال این چیه؟ کاربرد اون چیه را که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن چیه؟ و حافظان قانون اساسی هستن، قانون اساسی قرآن اونا در واقع پیاده کردن، حفظ کردن، فرمودن که دو چیز رو بین شما میذارن چیه؟ قرآن و حفظن قرآن قانون اساسی و عزت در واقع نگهبانان قانون اساسی و در واقع شورای نگهبانه و در ضمن الگوهایی است که پیاده کردن و نشون دادن که قرار چی بشه. همون رسیدن به مقام معصومیت یکی از اون کاربردهای این مسئله بوده که اونها رسیدن و نشون دادن، عرض کردن و این. اما اگر منظور شما از بحث توسل و بحث ولایت این هست که ما از یک جایی همه عالم هستی تجلی الهیست و جلاست، خب بحث درک ولایت با این مسئله در ارتباطه. اگر منظور ما این مسئله باشه که خب درسته و اگر منظور ما نقضه یا که نعبود و یا که نستعی باشه این شرکه، اگر نقض تسلیم الهی باشه این شرکه. ببینید قرآن در مورد اجتناب از مندون الله چند آیه داریم؟ مندون الله یعنی چی؟ یعنی غیر از خدا. آیا غیر از خدا دیگه چیزی داره؟ غیر از خدا یعنی غیر از خدا دیگه، یعنی هر چیز غیر از خودش. اگر منظور ما نقض یا کنستعین باشه چیه؟ چی محسوب میشه؟ اجازه خود ایشون اگر که جواب بدن من خوشحال میشم، خودتون جواب بدید. اگر که نقض بشه چه اتفاقی میفته؟ بله ببینید میکروفون اگر میداد به خدمتشون که همه دوستان استفاده کنن منم یا نزدیکتر. ببینید خب این ولایت، این ولایت، این ولایت و دوستی تعریف داره و حدش تا جاییست که حدش تا جاییست که خب بیش از حد جاییست نشه ما خود او رو فراموش کنیم. درسته؟ یعنی نقض یا که نبود یا که نستعین نشه اگر شد چی میشه؟ قانون اساسی ما، قانون اساسی که قرآن نقض شده قبول داریم؟ بنابراین این ولایت، این حب، این ماجرا تا جاییست که ما داریم راه نمایی میگیریم. اگر حدی گذشت که ما برای اون شریکی قائل شدیم، اگر حدی شد که
نقض هستقیم و الهی شد، هستقیم و الهی خودم مستقیم من نگاه کنم، درست یا نه؟ و ما مابین خودمون و خدا آیا میتونیم چیز قرار بدیم؟ نمیتونیم، اون نقض هستقیم و الهی میشه و نقض یاکنستقیم میشه. بنابراین ما تا جایی ولایت رو داریم، راهنمایی داریم میگیریم و همه چیز رو متعقدیم، ولی هرگز به واجه من دون الله قدم نمیگذاریم، چون شاید بیش از صد و خورده آیه در قرآن راجع به اجتناب از من دون الله وجود داره. یه مطلب رو من خدمت دوستان بگم، ما یک راه ایمنی داریم، دوستانی که با مثبت غیر ارگانیسم اینا آشنایی دارن الان به موضوع من توجه بکنن، مخصوصا یکی از وظایف موجودات غیر ارگانیک این هست که به محض اینکه ما نقض فستقیم و الهی بکنیم، یکی از وظایفشون حمله به ما، یعنی به محض این ما بریم تو وادی مندون الله حمله ما میکنن. خب آیه هست در چه در کتاب کتب مقدس چه در قرآن، ما فقط یه چیز داریم و به بغل دست و به طرفین اگر نگاه کنیم و پشت سر نگاه کنیم مورد تهاجم قرار میگیریم، در حد یعنی رو داریم که بغل دستتون نباید نگاه کنیم، درسته؟ این تمرین کجا؟ گفته که فقط اون رو نگاه کنیم، اگر که طرفین رو نگاه کنیم چی میشه؟ شیطان و موجود قرار داریم راه نفوذشون فقط در یک شرایطه. کسی که بتونه این رمز رو پیاده بکنه در امان خواهد بود. دقت فرمودید و یک عده زیادی یا به عبارت دیگه الان شما درگیری بسیار زیاد بشر رو می‌بینید، مخصوصا رو موجودات غیر ارگانیک که باعث شده مشکلات ذهنی ایجاد بشه، به علت اینه که ما در وادی منجون الله زیاد داریم گشت و گذار می‌کنیم، زیاد طرفه رو نگاه میکنیم، زیاد پشت سرمون رو نگاه میکنیم، درست شد یا نه؟ این به خاطر اون نقضی است که داریم میکنیم، چون موجودات غیر ارگانیک فلسفه خلقت دارن، این یکی از فلسفه خلقت و پاسدار هستی هم، یکیش در زمانی که ما نقض فستقیم رو الهی بکنیم به ما حمله میکنن، یکیش وسائل آزمایش ما هستن، اینا رو خود تو درست دوستان گذروندن. بنابراین یکی از حساس ترین موضوعها موضوع این قضیه است که مبادا حب اونچنانی باعث بشه ما بریم تو وادی من دون الله یا بریم تو وادی شرک بریم. بنابراین یاک نعبد و یاک نستعین، این پیمان فراموش نکنیم، پیمان اول ما این پیمان میبندیم، یعنی یاکه یعنی مطلقاً در معادلش رو در فارسی نداریم، خب مطلقاً دورا هیچ دیگه اما و اگر و بدی و چیزی نداره، مطلقاً دورا. بنابراین این نکته حساسی است و حالا در مراحل بعد از دوره 8 ما باش برخورد میکنیم و اونجا میبینیم که این موضوع این پیمان چقدر کلیدیه و چقدر میتونه ما رو حفظ کنه یا بالعکس چقدر میتونه ما رو به خطر بندازه.